الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون. سلام و درود بر یکایک بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه و برنامه جهان امروز. امیدوارم که خوب و خوش باشید. تعطیلات نوروزم که تمام شد و سیزدهم امیدوارم خوب به در کرده باشید و دیگه خوشحال و خندان و پر انرژی به کارهای روزانه‌تون مشغول شده باشید و تا یک سال آینده به هر حال ببینیم که سرنوشت به کجا خواهد کشید. بینندگان گرامی، طبق معمول بنده امروز سه‌شنبه عصری برنامه رو دارم خدمتون تقدیم میکنم و میخوام ازتون سپاسگزاری بکنم برای چند موضوع مختلف که خود به خود این چند موضوع رو شما هم در جریانش هستید. من در برنامه جمعه گذشته اعلام کردم که به دلیل 33 سال که از این مشکلات و این فاجعه گذشته ما نشستیم و همینطور شاهد یک سری رفتارها و حرکات و به هر حال فعالیت‌هایی بودیم که دور خودمون گشتیم و به نتیجه نرسیدیم، جمعه گذشته من اعلام کردم که رهبری اپوزیسیون رو به عهده خواهم گرفت و خدمتتون عرض کنم که گفتم میریم تا یک جایی و اگر مردم انتخاب کردن که فبها، اگر که انتخاب نشدیم بازم فبها، ولی تا اون مقطع ما دست به دست هم میدیم و اون چیزی رو که هدفمون هست سعی میکنیم بهش برسیم. منتها من از همون جمله اول که شروع کردم، باور کنید تعداد بسیار زیادی طرفدار پیدا کردم و تعداد بسیار زیادی از دوستان استقبال کردن از این پیشنهاد من و هنوز که هنوزه من گرفتار این ماجرا هستم و دوستان زنگ میزنن و میگن که بسیار خوب ما هم هستیم و تبریک میگن، غافل از این که من آخر برنامه گفتم این دروغ 13 بود. یه عده منو نکوهش میکنن میگن که چرا گفتی دروغ 13، مگه چه خبره فلان بهمان. به هر حال هر کی برای خودش، حتی یکی از دوستان همین امروز تلفن کرد صحبت کرد، گفتش که آقا بیا ادامه بده، به هر حال مدیریت کن و شاید بتونی به نتیجه برسی. منم به هر حال تا امروز واقعا میگم خودم رو کنترل کردم، کافیه اینقدر ضعف داشته باشم، اینقدر در مقابلش دیگه نمیتونم اون وقت تحمل بکنم و یه دفعه اوکی رو میگم. اینو جدی بهتون میگم، برای اینکه توی این مدت یک نفر، یک خانم عزیز نازنینی که
از صداشون مشخص بود، سنشون هم بالاست، با تمسخر دوبار به من زنگ زد. یعنی واقعا نه به عنوان مزاح، با تمسخر خود من که دارم اعلام میکنم میخوام رئیس جمهور بشم، گفت آقای فلانی ما برنامه های شما رو دیدیم در طول زندگیمون، خیلی هم خندیدیم و اینا، امیدوارم این رئیس جمهوریتون هم با مزه باشه. البته عرض کردم نه مزاح بلکه با تمسخر. بعد من خب اینا رو شنیدم دیگه، این پیامایی که اومده بود، مجددا بعد از چند پیام دیگه به بنده زنگ زده بودن و پیام گذاشته بودن، چون احساس میکردن قضیه جدیه و چون من یک ساعت برنامه مرتب راجع به این ماجرا صحبت کردم. و این خانم نازنین گفت آقای خیاط باشی همین روزا به ریاست جمهوری شما هم خواهیم خندید. بر نظر ایشونه میتونن بخندن، به خیلی از رئیس جمهورا میخندن، حالا یکی هم به ما بخنده ما رئیس جمهور بشیم. بعد اما تعداد بسیار، یعنی در واقع اگر من بخوام این رو یک آماری تلقی بکنم، واقعا من بخوام بگم به جای 98% جمهوری اسلامی من 99% رأی آوردم برای اینکه رئیس جمهور بشم، چون یه دونه مخالف داشتم در برابر این سیل عظیم موافقین که براتون اگر بذارم صداهاشون رو اگر پخش کنم براتون، واقعا حیرت میکنید که از پشت تلفن شعار میدن، هوار میکشن، I love you میگن، نمیدونم مگه ما نمیتونیم، ببخشید و از قول اونا میگم، من خودم هیچ وقت از این حرفا نمیزنم، که مگه ما نمیتونیم یک رئیس جمهور خوش تیپ داشته باشیم، از این حرفا. به هر حال من دلم سوخ برای اون عده از کسانی که به این راحتی باور کرده بودن که یه رئیس جمهور جدید یا یه رهبر جدید پیدا کردن، اما آخرش گفت دروغ 13 بوده. بر تقدیر حرف من با شما همونطور که امروز من از ساعت 11:45 تا 1 بعد از ظهر با یکی از رادیوهای اروپایی در این مورد مصاحبه داشتم، چون در اروپا هم رو خط رادیو رفته بودن و از سراغ گرفته بودن که فلانی میخواد رئیس جمهور بشه جریان چیه، مصاحبه داشتم و اینو عنوان کردم که هموطنان گرامی، دوستان عزیز، فدای شما. میدونم که به دلیل مشکلات، به دلیل ناراحتی های 33 ساله، مثل غریقی که وسط دریا به هر پوشالی، به هر تختهی پناه میبره یا به هر روزنی به عنوان یک محل نورانی پناه میبره، شما هم اگر احساستون بهتون بگه که این طرف همونیست که شما فکر میکنید، خب طبیعتا عکس العمل نشون میدید. ولی میخوام ازتون خواهش بکنم، هم اون مخالف هم اون همه موافق، که عزیزان من فکر کنین هر کسی، امروزه ما داریم میبینیم که جای جای کشورهای مختلف اروپا و امریکا و کانادا و از اون طرف شرق و خاور دور و همه جا که ایرونی ها هستن، گروه گروه دور هم جمع میشن، حالا از 2 نفر شروع میشه تا 20 نفر 15 نفر، که میخوان شاه بشن، میخوان رئیس جمهور بشن و میخوان رهبر بشن. و این پراکندگی خودش به نفع اون کسی است که شما میخواین از چنگش فرار بکنین، اون گروهی رو که میخواین شما به زمین گرم بزنین، به نفع اونا هست. و واقعیت قضیه این حرکتی که من کردم، این دروغ 13ی که گفتم، خوشبختانه استارت بحثی شده که عده‌ای تصمیم گرفتن واقعا این بحث رو دنبال بکنن و یه مقداری توجه به جامعه بدن که آقا اینجوری هم نیست، هر کسی تو هر بوغی، تو هر تلویزیونی، تو هر رادیویی اومد یه چیزی گفت، سینه براش نزنیم. اتفاقا یکی از کسانی که امروز به من تلفن کرد گفت فلانی، که اول بحثم میخواستم خدمتتون عرض بکنم، گفت فلانی چرا عقب نشینی میکنی، من تو رو تو ما هم دیدم. باور کنید به من، گفت باور کنید، این ماه اخلاق ثانویه ما، خصوصیاتی شده که ما اگر بخوام یه چیزی رو به اصطلاح خیلی بگیم که درسته، تو ماه میبینیم و دیدیم. زمان رضا شاه هم قبل از اینی که رضا شاه به سلطنت برسه تو ماه مردم ایران دیدنش، زمان آقای خمینی هم تو ماه دیدنش، حالا امروز هم
بنده رو این بیننده نازنین تو ماه دیده ولی تو رو به خدا نبینین. ما خودمون میشینیم با دست خودمون حقا درست میکنیم، با دست خودمون انواع اقسام این ظالمین نمیدونم تاریخ و این جنایتکارا رو با دست خودمون انتخاب میکنیم، بعد میشینیم و قصه میخوریم، اعتراض میکنیم، نمیدونم گروه تشکیل میدیم، پراکنده میشیم، در غربت نمیدونم آواره میشیم. همه اینا دست خودمونه قربونتون برم. آیا نباید یک ساعت تحمل بکنه آدم؟ شاید بگن این طرف سفیه زده به سرش، شاید بگن در عالم هپروت مثلا قبل از اینکه بیا جلو دوربین یه چه میدونم یه چیزی ماده مخدری چیزی استفاده کرده، شاید راست بگه، شاید یه خورده باید تحمل کنیم. فداتون بشم، میدونم زجر میکشید، میدونم زجر کشیدید، ولی به این راحتی تن در ندید، ازتون سوء استفاده میکنن. والا باور کنید در همین لس آنجلس، در همین اروپا، در همین غرب خارج از مملکتمون عده‌ای هستن که از این راه دارن زندگی مرفه میکنن، کاری ندارن چه تعداد مخالفن، یه 100 تا 200 تا موافق پیدا میکنن، اینا براشون پول میفرستن و اینا در زندگی خوب سر میکنن، همه تفریحات سالمشون هم میکنن و بعد میان میشینن جلو دوربین تلویزیون و وقتی بهش میگی آقا شما مسیرت یه چیز دیگه بود، میگه من به همون 100-120 نفر کار دارم، اونا نمیدونم پول به من میدن، منم باید اونا رو راضی کنم. نکنیم این کارو. واقعیت قضیه اینه که اجازه بدید من یه خود چون رئیس جمهور شدم بد اخلاقم باشم، برای اینکه خیلی خیلی دردآور بود برای من. من می‌خواستم این شوخی بکنیم بخندیم، ولی برای من خیلی بد بود. ای کاش این شوخی رو نمی‌کردم و شایدم خوب شد کردم، برای اینکه عرض کردم یه بحثی باز شده که دوستان می‌خواهند بنشینند و در رسانه‌های گروهی این اجتماع، این جامعه خودمون رو بررسی بکنن، یه مقدار بشکافن، که حتما هم شما خوشتون خواهد اومد، حتما هم شما استقبال خواهید کرد. و اگر یه روزی روزگاری یه کسی پیدا شد و خواست این حرکت رو انجام بده، خواست رهبری یه گروه بگیره، به نظر من باید یه کمپین، من اون روزم چون برنامه‌های سازنده نمیدونم مدرنی رو ارائه کردم، یه سری شاید باورشون شده که من میخوام این کارو بکنم، باید یه کمپینی درست بشه، 1,000,000، 2,000,000، 5,000,000 آدمای مختلف بیان و حضورتون عرض کنم که اینها عرضم به حضورتون امضا بدن، امضا بکنن توی نمیدونم یوتیوب بذارن، توی هر وسیله‌ای میخوان مشخص بکنن که بگن آقا ما ایشون رو قبول کردیم، و بعد اون طرف حرکتشو شروع بکنه. همینطوری فایده نداره، همینطوری گم میشن مردم. یه گروه اینو داره، یه گروه اونو داره، یه گروه اونو داره، بعد دوباره اگرم یه روزی روزگاری آخوند بیاد بگه بابا حساب بانکی من دیگه پر شده، صفرا داره از این ورش میره و این جیبامونم که تا قوزک پامون هست، این جیبامونم تا این قوزک پا پر دلار و پوند و یورو شده، بیان تحویل بگیرین، ما دیگه خسته شدیم، اون روز باز جنگ و دعواست، اون روز باز دعوا مرافع، باید یه انقلاباتی باید بشه تا ببینیم کی میخواد، یا کشتی بذاریم یا پینگ پونگ بذاریم یا نمیدونم یه مسابقه باید بذاریم ببینیم کی میره سکو اول. من امروز واقعا چیزی رو که گفتم بد نیست، یه شاید بعضیا شنیده باشن ولی اکثریت مطمئنم نشنیدن. ما میرفتیم بچه بودیم میرفتیم سینما، این فیلم های تارزان و نمیدونم خنجر مقدس و نمیدونم این چیزا رو میدیدیم و میومدیم بیرون، بچه بودیم هممون، میخواستیم آرتیست بازی کنیم، جای مثلا تارزان باشیم، جای اون آرتیسه باشیم، هیچ کس حاضر نبود رئیس دوزه بشه، بازی بود، هیچ کس حاضر نبود زیر دست آرتیست اول باشه، همه میخواستن آرتیسه باشن. اون وقت دعوا میشد سر این که اون میگفت من آرتیسه، اون میگفت من آرتیسه. الان هم داریم همین کارو میکنیم. اگر بر میخوره به هر کسی، با کمال صداقت، با کمال
پاکی با کمال شفافی میگم بر بخوره بهتون، هر کاری هم دوست دارین بکنین، میخواین نمیدونم هر حرکتی بکنید، میخواین منو تخته کنید، میخواین توی مجله و روزنامه و تلویزیون و اینا به من بپرید، بپرید، ولی میگم بچه بازی داریم میکنیم. آبرو و حیثیت خودمون رو بعد از 33 سال بردیم و جمهوری اسلامی میاد براتون فیلم درست میکنه، یه مش قلم به موز، یه مش آدم های وابسته میشینن براتون سریال میسازن، نه تنها موفق نشدین مسخرم میشین. نکنیم، مملکت بد موقعیتی گرفتار شده. درسته که آخوند تو اون لحظه آخر میره، ولی ببینه هواپسه میاد هر کاری بگه کرنشش هم میکنه، یه نمیدونم حدیثم میاره، یه نمیدونم روایتم میاره، میگه آره در اون روز امام جعفر صادق گفتش که اگر با اوباما در سالهای آینده برخورد کردین اونجا یه مقداری کوتابیان بد نیست. من آدم شنونده نمیام بگم آقا اوباما که اون موقع نبوده، من میگم آی ببین اون موقع راجب امروز اوباما صحبت کردن، معجزه است. اینجوری ما رو سرکار میذارن، اینجوری سرکار، تازه طلبکارم میشن. مملکتمون بد شرایطی داره، هر لحظه اینها تحریش میکنن که بالاخره یکی حمله کنه، شاید به خاطر یه جنگ دوباره بتونن چند سال سرپا باشن. این شرایطی رو که داریم یه خورده بهش دقت بکنیم. جامعه ما، جامعه به قول دوستمون دکتر لاجوردی، بیمار بی‌اعتمادیه. ما اعتماد نداریم به خاطر همین کارا، به خاطر همین که خیاط باشی میاد میگه من میخوام رئیس جمهور بشم، یه عده بلافاصله مخالف میشن، یه عده بلافاصله موافق میشن، در صورتی که این بنده خدا میخواسته دروغ 13 بگه. حالا اینو که عرض کردم، میخواستم یه گریزی هم بزنم به آقای رفسنجانی که حالا فکر میکنم در یه فرصت دیگه این حرفو مطرح بکنم، به دلیل اینکه امروز ثابت شده آقای رفسنجانی هنوز که هنوز بعد از 33 سال یکی از سیاستمدارترین افرادی است در جمهوری اسلامی. البته باور کنید پولی به من نداده، من این جمله رو میگم چون مطلب رو بشنوید بعدش قضاوت کنید، چون امروزه دست و بال اینا بازه، میان آقای مهدی هاشمی میاد دیدارها میکنن، پولها خرج میکنن، ولی به خدا ما نگرفتیم چیزی. اینم که گفتم ببخشید، من این اشارهی که کردم من یاد این مطلب انداخت، گفتم آخون تا آخرین لحظه میره و بعدش سازش میکنه. آقای رفسنجانی شنیدم که اخیراً مطرح کرده چه اشکالی داره که ما، حتی من تحقیق کردم، از قول ایشون میگم تحقیق کردم که هیچ جایی من نشدیم ما که با دشمنمون با مخالفمون گفتگو نکنیم. ببینید چه حرف پرمعنا و پرمغز که کلی توش مطلب خوابیده. میگه هیچ جایی پیدا نکردم، در هیچ قرآن، در هیچ حدیث روایت پیدا نکردم که بگوین ما رو من کرده باشن که با مخالف و دشمنتون صحبت نکنی، تماس نداشته باشی، رابطتون رو قطع بکنی. این رو گفته و اصل مطلب هم اینجاست که یک مصاحبه‌ای داشتن با فصلنامه مطالعات بین‌المللی در شماره مخصوص فصل بهار، گفتن که موقعی که امام زنده بودن من طی یک نامه‌ای که خطی نوشتم برای اینکه کسی متوجه اون نشه، از امام خواستم که مسئله رابطه با امریکا رو در زمان حیات خودشون حل بکنن. دلیلش هم این بود که با امریکا قطع رابطه کردن قابل دوام نخواهد بود، چرا که آمریکا صاحب بزرگترین قدرت در دنیاست و مگر اروپا
با امریکا، چین با امریکا، روسیه با امریکا چه تفاوتی با ما دارن؟ اونا همه در ارتباطن و ما هم میتونیم باشیم. اگر ما با روسیه، چین و اروپا مذاکره میکنیم، چه دلیلی داره که با آمریکا مذاکره نکنیم؟ همینطور در رابطه با عربستان سعودی که یه قدرتی است در منطقه، چرا نباید باهاش مذاکره داشته باشیم؟ اینا حرفای آقای رفسنجانی در اون مصاحبه، حرفایی که میزنه، منظورش از این حرفا چیه؟ رفسنجانی حرف بی ربط نمیزنه، در همون هول و هوش خودشون جمهوری اسلامی حرفایی که میزنه یه مطالبی هم توش خابیده. وقتی میگه اروپا، چین، روسیه و بعد اسم امریکا رو میاره، منظورش مشخصه، میدونه که اروپا و امریکا حامی و پشتیبانش هستن و این رو باور داره که روسیه و چین دشمنش هم. و در این حال عربستان هم تنها کشوری است که با به اصطلاح قدرتی که در منطقه داره با رفسنجانی ارتباط داره. همینطوری پیام‌های ریاست جمهوری من داره میاد و بیننده‌های برنامه باز نظر دارن. من احساس می‌کنم که لازمه خطوط تلفن رو از بعد از پیام‌های بازرگانی باز کنم، یه چند تا بیننده‌ای رو روی خط بیارم، ببینم که حرفای منو شنیدن، آیا موافقن با این چیزایی که من گفتم یا موافق نیستن. به هر حال این دوستان من، همینطوری الان یه خط از ایران اومد، خط قبلی از کانادا بود، همینجوری دارن زنگ میزنن و این چند روز از جمعه تا حالا این کار رو دارن میکنن. به هر حال ایشون میگن اگر ما روابط اقتصادی و سیاسی درستی در سطح جهان داشتیم و چه در داخل چه در خارج، امروز این همه دشمن نداشتیم. ولی ماجرا به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه، چرا که صحبت‌های آقای رفسنجانی عوامل رهبر جمهوری اسلامی رو هم بی‌نهایت عصبانی کرده و میکنه و اعتراضات و حمله به رفسنجانی از سوی باند خلیفه یا ولی فقیه آغاز شده، به طوری که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعتراض به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی میگن که در شرایط فعلی ما کوچکترین نیازی به امریکا نداریم، ایران در بهترین موقعیت قرار داره و این امریکاست که به ما نیاز داره. البته این حرفا خالی بندی ها رو شما باهاش آشنا هستید و یه چیزی هم اینا وقتی با هم قرار میذارن یه حرفی بزنن، بینندگان گرامی، اینا حرفاشون مشخصه. دقیقا همین جمله رو میبینید که ما به امریکا نیاز نداریم بلکه امریکا به ما نیاز داره. ما مخالف نیستیم، نه شما نه بنده مخالف نیستیم یه کشور پرقدرتی داشته باشیم که کسی جرأت نکنه بهش نگاه بکنه، ولی خالی بندی نه، خالی بندی رو هم دوست نداریم. چین داره میچاپه، روسیه داره میچاپه، بعد ما از اون طرف به خاطر اینکه حواس مردم رو پرت بکنیم به امریکا میپریم. به قول یکی میگفت، ما حالا اون یه مطلبی شاید در روز جمعه براتون عنوان بکنم، میگفت هر کاری که روسیه و چین به ما کردن ما هی میگیم مرگ بر امریکا. حالا به اون بعدن خواهیم رسید. به هر حال داشتم اینو میگفتم در پایان صحبتم که این میگه امریکا به ما نیاز داره. در جمعه گذشته مثل این که این آفت الله دوزخی هم گفته که امریکا داره نابود میشه، امریکا داره از بین میره و ما بایستی یه کاری بکنیم بعد از اینکه این فرو ریخت، یه گروهی رو اونجا سرکار بذاریم که به اصطلاح بتونه اسلام رو اونجا پیاده کنه، بتونه روش و رفتار اسلامی داشته باشه. حالا رسیدیم به ساعت پیام‌های بازرگانی. بینندگان گرامی، پیام‌ها رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون تا ساعت 6 بعد از ظهر. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟
شنفتم چی کارا میکنی پدر جا؟ چی کار میکنی خوبی؟ الو الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنی تا قطع نشی. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون. کیفیت عالی، صدایی برتر، قیمتی مناسب بدون هیچ گونه چارج اضافی. کارت های تلفنی پلنت آنلاین. کارت های تلفنی پلنت آنلاین را می توانید از فروشگاه های معتبر ایرانی چون سوپر سامان، کیو مارکت، سوپر دیدار، انسیل و گلت مارکت، کتاب سرا، کوشر بازار، استار مارکت، استار لایت گیفت شاپ، سوپر جاویدان، سوپر تهران، وودلند هیلز مارکت، سوپر کالیفرنیا، سانتا مونیکا گلت مارکت، ایلات مارکت، ولی گرین گروسری، گلت مارکت، سامز کوشر مارکت تهیه فرمایید. کمپانی پلنت آنلاین از تمام ایالت‌های آمریکا نمایندگی می‌پذیرد. 818-532-5600 1-877-447-4726 پلنت آنلاین. اطلاعیه مهم مرکز منطقه‌ای شیکاگو. مرکز منطقه‌ای شیکاگو تایید شده وزارت امنیت ایالات متحده آمریکا با داشتن پروژه‌های تایید شده اداره مهاجرت آماده همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی و متقاضیان گرین کارت آمریکا با شرایط اقساط می‌باشد. دفاتر در شیکاگو، دبی و چین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن فارسی زبان این دفتر 201-312-427-0911 تماس حاصل فرمایید. الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جا چی کار میکنی خوبی؟ الو الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنی تا قطع نشی. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون.
ای کاش قاسم دمه دری میخواد شما رو ببینه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر باشه. دیگه چه خبره؟ پریروز بود قند و چای و یه سردایی از برای دهباشی فرستادم. باز چی شده؟ بر پدر این کار لعنت. هرچی نبدتر من پاره میشه، اون وقت زن آقای فراش باشی تو هموما از سایه سر من صاحب سوزنی ترمه و تاس و سطل بزرگ میشه. آقا باجی آتیش بجون، اینا همه تقصیر توه. پارسال خواستم زن کاظم قشنگ بشم، نذاشتی چند روزی آسوده باشم. خب حالا برو بگو بیاد ببینم باز چه خوابی برامون دیده. خانم عرض میکنن تشریف بیارین خونه خودتونه. الحمدلله کار میخواست درست در بیاد، خب خوب سوار بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. کوکب خانم تشریف دارن؟ بفرمایین تو اون اتاق پنج دری روبروش. یا الله خانم سلام علیکم. علیک سلام ده باشی جونم. وای قربون شکل ماهی. نشی بابا. وای چه عجب خوش اومدی، صفا آوردی. چطور شد یاد فقیرا کردی؟ به ارواح باجی جونم، پریروز که همون میرفتن توی کوچه چشم به شما افتاد، دلم هر ریخ پایین، خواستم بیام باید حرف بزنم. آدم بود خجالت کشید. خانم جان و جان عزیزت، من هم میون اینا همه که اصلا هم میلی که به شما دارم و احدی ندارم. همیشه میگم آدم خوش‌سلوک و قاعده دون چه دخل داره به پاره از این؟ البته البته دل باشی جان، از دل به دل راهی هست. آباجی بیبشین اینجا. آباجی تو رو به اون گیسای سفید قسمت میدن. اون شب که وزیر اینجا بود من چقدر تعریف از دل باشی کردم و چه حرف زدم. خب آقای دهباشی اینا به کنار، اگه من اینقدر از شما مهربونی ندیده بودم چرا ملک خودم رو گذاشتم اومدم تو محله شما اجاره نشینی میکنم؟ پس ببین که این همه برای خاطر شماست. خب حالا بفرمایی ببینم کاروبارتون چطوره؟ بر شما چی میذاره؟ شکار به کار تازهی به دست آوردی یا نه؟ آقا جان امسال چه سالیه، انگار میکنی مردم مردن، یه نفر زنده دل نمیبینم. از هیچ کس بوی عشقی نمیاد، گویا جوانا پیر شدن. آباجی میدونه از کسادی تمام رختای من پیش زن خسروخان گروه، از برای خرجی یومیه خودمم معطلم. خیلی قصه این چیزا رو نباز خورد، دنیا دو روزه باز خوش گذروند و خوش بود و بس. بله درسته، اما آخه خوش گذرونی هم دل خوش میخواد، پول میخواد، موف موف که نمیشه خوش بود. من تدبیری به نظرم میام، اگه شما درست اقدام بکنی و شیوه ایلاش نذاری رفع همه اینا میشه، از دستنگی خلاص میشی. خب آها بگو ببینم. خیلی انشالله. ای خانم نگاه کن، بیا با حاج رجب خوشبرو رفیق پارسالت گرم بگیر و یه شب مهمونش کن بیاد اینجا بگیریمش. هم به خان حاکم خدمت کردی، هم کاری از برای خودت پیش انداختی. وای 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 خاک به سرم، تو خدا دست بردار، اینم شد کار. حالا دیدی زنا بعضی وقتا عقل ندارن؟ این پدر سوخته پارسا چقدر به تو چاپ زد و دروغ گفت و آخرش هم پیش رو تو با طاووس خاردار چشم بازی ها کرد و دل تو رو سوزون. بازم میگه این چه کاریه؟ چه کنم بختم بسوزه ده باشی جون. تو رو به خدا ببین اون شاشوی پدر سوخته به انگوش کوچیکه من میارزه. نه والا و اون نامرد منو ویر کرد و اون شاشوی گندی در گرفت. ده منم همینو میگم، حالا بیا تلافی کن. آخه میترسم اون وقت بیشتر سر زبونا بیفتم و بگن کوکب بی حقوق و بد قدمه، دیدی این رفیقشو گیر داد. اینا همش خیاله، همه کس میدونه که حاج رجب در حق شما چه بی صفتی ها کرده. یکی دیگه میترسم خان حاکم که اینطور شد منو بگیره و سر نده، اون وقت چه خاکی به سرم بریزن. به جان فرزندان، به مرگ تقی و به نمکی که با هم خوردیم از این چیزا نیست. خاطر جمع جمع باشه، تا من کاری رو درست نفهمم خادرمانی نمی کنم. وای ده باشی قاسم، اگه تو این خیالا رو داشته باشی ایشالا رو زمین نباشی. نگو نگو، خدا نکنه، میخوام اصلا من و حاجی رجب هرگز زنده نباشی. حاجی رجب قربونه یه موی سیبیل مردونه ای تو، مثلا گفتم، حالا وایستادم ببینم هرچی که تو بگی.
اصلا بذار بگم کوکب و در راه دهباشی قاسم کش. خدا نکنه. حالا تکلیف تو اینه، کاغذ می نویسی میدی آواجی میبره میده به حاج رجب، یه شب از اون وعده میگیری میاد، همین که اومد و نشست مشغولش میکنی، 4 ساعت از شب گذشته من با 2 نفر میام وارد خونه میشیم، شما رو با اون میگیریم. حاج رجب آبروی خودشو به 1000 تومن نمیفروشه، بی صدا و ندا همون شبونه 200-300 تومن ازش میگیریم و ولش میکنیم، تو هم همونجا سر جات آسوده میگی میشینی. خیلی خوب، پس شما تشریف ببرید تا خبر من به شما برسه. بس شما خدا حافظ شما، به سلامت باشید. خب بینندگان عزیز، من تشکر میکنم از غزاله که با من همراه هست در این برنامه طبق معمول، و سارو، تونی و همه جوانایی که در پشت دوربین فعالیت میکنن تا این تصاویر به شما برسه در منازلتون. گاهی اوقات هم اشکالاتی پیش میاد که البته خب از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که همیشه 100% گوش به فرمان ما باشن، گاهی اوقات هم اینها اون سازی که خودشون میخواد میزنن و به هر تقدیر گاهی اوقات اشکالاتی پیش میاد، اما این دلیل نیست که من تشکر از همکارانم نکنم. غزال جان ممنونم، این بخشی رو که پخش کرد مربوط به نمایشنامه زمان خان هست که نوشته میز ملکم خانه که کم و بیش میدونین، و علاقمندانی که بخواهن این نمایشنامه رو تماشا بکنن، روخونی البته نه به صورت اجرا، من در چند نقش ظاهر میشم در این نمایشنامه، یعنی چند نقش رو میخونم در حضور بیننده، و خانم فیروزه خطیبی هم 2 نقش زن داستان رو اجرا میکنن، و نمایشنامه فیلم سیاه‌بازی رو هم داریم در اون شب در 15 آوریل در فرخانه فرهنگ ایران که از مرتضی برجستم بنده سپاسگزارم. به هر حال ساعت 7 بعد از ظهر روز یکشنبه 15 آوریل خوشحال میشم علاقمندان به این گردهمایی های فرهنگی در اونجا حضور به هم برسونن. ما این نمایش رو، این پیس رو یک بار در گالری سیحون خوندیم در حضور تعدادی از علاقمندان که استقبال کردند، و آقای علی نوری جوان بسیار با استعدادی که صدای تارش رو من نشنیده بودم تا اون موقعی که با من مشغول به اصطلاح آشنا شد و مشغول همکاری شدیم با هم، ایشون بر تقدیر همراهی میکنند با تار و ستار بسیار دلنوازی که میزنند، و در خدمتون هستیم 15 آوریل که البته ایالت های دیگه هم که خواستن به اونها هم جواب خواهیم داد و انشالله مهمونشون خواهیم بود، و این یک قسمت دیگری داره حکومت زمان خان که بخشی است که بنده اون بخش ارمنی رو میخونم که اگر حاضر هست غزال جان، نمیدونم میبینی اون رو یا نه، قسمت دوم شماره 3 هست که اون رو هم پخش بکنیم و برگردیم، مطلب دیگری هست که من به سمع بینندگانمون برسونم. بکنی دیگر شراب نفروشد، و حالا حکم حاکم است و بعد از این اگر 1 بطری شراب فروختی 50 تومن باید به دیوان بدهی و هرچه خم و خمره و کاسه کوزه داری بشکنه. باشی جان، قربان تو میروم، آرمانی چه تقصیر داره؟ دیوان سالی 2000 تومن پول میگیره، 200 تومن بیشتر کلاندر کت خدا شتاق میکنه، چه میدونم چه میدونم، من پول میخرم قدقن، اگه مسلمان ها سی فنجون با نهر بخورن سی فنجون باشم هرگز مست نمیشن، خب پس چرا حرام میشه شراب؟ در تلوش سفاید این نمیتوان کرد، التزام را بنویس، مهر کن، بیدی برو معطل نشو. در از تو هست آقا جان، فرمایش میکنید، اختیار دارید، ما
ما در قیامت اون روز 5000 سال دست من و دامن تو. امسال خانم رو گیرو گذاشتم، 100 تومن با تنزیل قرض کردم، کشمش و انگور خریدم. از قضا بی برکت انگورها سرما زد، کشمشان بسیار کمه. از این طرف هم حاکم تازه میخواد مسرمون بشه. درست راست، من پلان پلان شده باید پرار کنم برم ایروان پالگی بکنم. درست راست، درست راست، پراش باشی داخلم، پراش باشی داخلم، پراش باشی. ای دارتانوزی دیونه، بلند شو، چی کار میکنی؟ بازی در خورده، بلند شو، خجالت بکش. آقا آقا بیا یه کار ثواب بکن، چی دور میشه؟ من آرمانی تو مسرمون، ما بنده خدا هستیم. هممون چاره کار با دست شماست. امان امان، دستم به دامنت. امان امان، ویل کن ویل کن، پاشو خجالت بکش. دارتانوس؟ باله. تو میدونی چقدر من تو رو دوست دارم؟ آخه چه کنم، حکم حاکم است و مرگ مفاجود. اما با وجود این، باز بلکه انشالله امشب کاری برای شما ببینم. بی ماسابم قاسم، منم تو کلیسا یه نماز بزرگ برای شما میکنم. میدونی؟ میدونی دارتانوس، اینا همش با دعا نمیشه. باز حاکم اینجا رو یه خوده همچین. ها حالا فهمیدم. اول بگو 20 تومن پیشکش حاکم، 10 کلخن، 1 کپ عراق رازیانه مال شما، تمام بکن جونم خلاص. باز بگو آرمانیا خسیسن. برو دارتانوس، این بارم باز شانس آوردی. فعلا برو که وقت تنگه، فردا من خودم درست میکنم. اما سب کن یه پنزری هم بزه کف دستید، فراش باش. آی باچاش، فراش باش، عراقم هر وقت میخوای میده. بله، برحال اینم نمونه بعدی بود که اگر که بلیتاش هم خواستید شما میتونید به من زنگ بزنید 818-793-1635 818-793-1635 به من زنگ بزنید تا من بگم که چطور میتونید بلیط ها رو بگیرید. حالا در برنامه بعدی من مفصلتر راجع به این قضیه و آدرسش و فروشگاه هایی که الان فکر میکنم فروشگاه های ایرانی داشته باشن بلیط رو، و من امروز به هر حال اولین برنامه‌ای بود که داشتن، مصادف بود با این تبلیغ، گفتم که زودتر راجبش صحبت بکنم تا برنامه بعد که مفصل‌تر. به هر حال بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و خوش باشید و خسته نشده باشید. یه خبر دارم که از اون خبراست که با همدیگه باید یه خود راجبش فکر کنیم، ببینیم که این وضعیت واقعا در مملکت ما چطور هست و خبرهایی که میرسه واقعا ما خودمون رو مسخره کردیم یا مردم رو مسخره کردیم، نمیدونم. امروز مجلس تصویب کرده که البته حداقل با 10 رأی خواستن که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو استیضاح بکنن. خب این تا اینجاش مسئله نیست، برای اینکه نمایندگان واقعی مردم میتوانند ناظر باشند بر عملکرد کسانی که ظاهرا میگن ما خدمتگزار مردم، یا بعضیا خیلی داغ‌ترش و چرب‌ترش میکنن میگن ما نوکر مردم هستیم، اما راه خودشونو میرن. این بد نیست، اما در مجلس جمهوری اسلامی اتفاقاتی که میفته یه چیزی تا نیم کاسه زیر کاسه نباشه آدم میبینه که این اتفاقات نمیفته. مسئله این نیست که مجلس چنین کاری کرده، مهم اینه که سعید مرتضوی نه به عنوان دادستان بلکه به عنوان یک قاتل حرفه‌ای، نه از زبان بنده و شما بلکه از زبان هممسلکان خودش، به پستی منصوب میشه که این پست مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا هست. بنده سوال دارم، آیا مردم یک جامعه از ریاست یک چنین آدمی بر صندوق تأمین اجتماعی واقعا میتونن تأمین داشته باشن؟ یا قاچاقچی ها برای اینکه چنین آدمی بر مسند مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته میتونن خوشحال نباشن؟ من فکر نمی کنم.
نه اونا احساس تأمین میکنن نه قاچاقچی ها ترسی دارن از یه آدمی که میتونه خیلی راحت باشون همکاری و همراهی بکنه. این ماجراهایی که در مملکت ما هست انقدر زیاد بینندگان گرامی که هر چقدرم برنامه ساعت زیاد باشه ما باید اینا رو بگردیم خلاصه کنیم تا اون چیزهایی رو که در همون روزها اتفاق افتاده عنوان بکنیم که به گذشته و آینده و اینا زیاد نپریم و چون وقت میگذره دیگه وقت میگذره. حالا ببینیم که در آینده اگر فرصتی شد در برنامه های دیگه به مسائل جدیتر دیگری که وجود داره اشاره بکنیم. حضورتون عرضه بدارم که در امریکا در اونهایی که در امریکا صدای منو میشنوند اینجا دی ام وی یک سوالی میکنه در اون پرسشنامه‌ای که برای اخذ گواهی نامه شما پر میکنید که میگه آیا حاضرید اجزای بدنتون رو بعد اگر یه وقت تصادفی شد اگر یه وقت یه مشکلی پیش اومد این رو اهدا بکنین؟ و میلیون ها نفر در این ماجرا شرکت کردند و رأی مثبت دادند و این رو قبول کردند که اگر یه وقت اتفاقی براشون افتاد خدای ناخواسته اینها اعضای بدنشون رو برای نجات شخص دیگری عرضه بکنن. حضورتون عرض کنم که اینها چهارشنبه ها از چهارشنبه دیگه نه فردا بلکه چهارشنبه دیگه اینها جلساتی دارن از 8 تا 9 صبح در شعبات مختلف که در مورد اون امیدوارم بتونیم خبرهای رو به عرضتون برسونیم و صرفاً به خاطر اینکه یک کار خیر هست و واقعاً یک میتونیم بگیم نیکوکاری هست که انسان‌ها بتوانن حداقل اگر بلایی سر خودشون میاد باز هم در اون موقعیت نجات دهنده یک نفر دیگری باشن، به هر حال بهتره که این رو مطرح بکنیم و به گوش دیگران برسونیم و خبردار باشن اگر میخوان اونها هم شرکت بکنن در این گرد همایی ها و سخنرانی ها، اونو اون هم بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد. بینندگان عزیز، من همینطوری که گذر میکردم البته ریاست جمهوری یک مشکلاتی هم داره که من راجبش حرف زدم، میخواستم یه کلیپی داشتم فکر میکنم غزال جان این کلیپ طولانی میشه اگر من بخوام با اون خواننده بلژیکی بخوام پخش بکنم. من فکر میکنم خواننده بلژیکی رو پخش بکنیم که امروز یه مقداری از اون حالت بحث و گفتگوی یک ساعته در بیام، بلژیکی رو این دختر خانوم رو بگذاریم و فقط به بیننده ها بگم شماره 4 هست، بگم که یک دختر خانوم بلژیکی که اینقدر زیبا صحبت میکنه و اینقدر علاقمند به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، ببینید چقدر قشنگ ترانه ایرانی میخونه که البته یکیشو من پخش میکنم، ترانه های مختلف داره که در طول برنامه های آینده احتمالاً ازش استفاده خواهیم کرد. غزال جان این ترانه رو میشنویم ببینیم که وقت بخونه. خداحافظی هم میکنم بینندگان عزیز، تا درودی دیگر بدرود، شما رو تنها میگذارم با این دختر بلژیکی که به هر حال پوام فینال خوبی برنامه‌مون داشته باشه. و از دست شما منم چند تا اینترویو کردم، من دو تا نه یک اینترویو کردم، یه گفتگو با فورس اف امریکا پرسن و خیلی باحال بود، خیلی خوش گذشت. چند تا سوال پرسیدند، مثلا چرا من آهنگ فارسی میخونم، مثلا من چرا اینقدر علاقه دارم به ایران، و اون باحال بود. و تو امید ایران یا نمیدونم OIPN یا چیز بوده هم ویدیوی من نشون دادن، اما چیز گفتگو نبود، فقط ویدیوی من نشون دادم. بعد اون خیلی خنده دار بود چون که قبل از اینکه ویدیوی من نشون دادن اون دو تا پریزنتر بودن سوال پرسید، یکی پرسید خب اون دختر چرا فارسی یاد گرفت، اون یکی جواب داده میدونی چی گفت؟ گفت حتما حوصله از سرش رفت. وای من اینقدر خندیدم اون موقع چون که بچه
اگه حوصله از سرتون میره شما که نمیرین، شما که یه زبون نمیخواین یاد بگیری، مثلا میرین سینما یا خرید میرین یا چیز، اما یه زبون یاد گرفتن فقط میکنی وقتی که واقعا علاقه داری به اون زبون، به فرهنگش. مثلا من خیلی علاقه دارم به ایران و به فارسی خودش. بعد یه چیزی دیگه هست، 7 آوریل یه روز خیلی مهمیه، چون که اونجا اون روز یه جشن میگیریم، جشن ایرانی هست، خیلی جشن بزرگی میشه، به اسم Persian Beats هست، میتونی راحت پیداش کنی تو گوگل Persian Beats. بعد من میخوام اونجا یه آهنگ بخونم با سعید SN و جاوید سیتیزن، و من امیدوارم که همه میتونیم بیاین این 7 آوریل پس تو آمستردام، میتونیم پیداش کنیم Persian Beats. اما بچه ها شما منتظر یه آهنگ هستی نه؟ آهنگ که امروز واسه شما میخوام بخونم یه آهنگ خیلی قدیمیه اما خیلی زیباست، آهنگ گل گلدون مال سیمین خانم. من اون آهنگ رو خیلی دوست دارم. راستی این اولین آهنگ بوده که من فارسی خوندم، فکر میکنم 4 سال پیش بود یا چیز، که چند تا دوستای ایرانی از من خواهش کردن که اون آهنگ رو بخونم، اما نمیدونم هیچ وقت اپلودش نکردم، فکر نکردم، اما الان امروز داشتم فکر میکردم و شاید اون آهنگ رو میتونم بخونم، پس الان میخونم دیگه. امیدوارم که خوشتون میاد، که حالشو ببرین، و بله همین الان آهنگ میزنم. گل گلدون من شکست بر باد، تو بیا تا دلم نکرد فریاد، گل شبو دیگه شبون نبیده، کی گل شبو رو عاشق چیده، گوشه آسمون پر رنگی کمون، من مثل تاریکی تو مثل مختار، من میرم گم میشم تو جنگل خواب، گل گلدون من، ماه ایوون من، از تو تنها شدم چو ماهی از آب، گل هر آرزو رفته از رنگ و بو، من شدم رود خونه دلم مردم، آسمون هاری میشه هم گل خوشی رو شاه آیبی دلش میگیره، داره به ستاره جون میدی، میشکفه گلی از گل باد، وقتی چشمم میاد دو ستاره کم میاد، میسوزه شبای خستم، گل گلدون من، ماه ایوون من،
تو تنها شدم چون ماهی از آب. گل هر آرزو رفته از رنگ و بو، من شدم رودخونه دلم میمردم. به همگی که وقت تو جمع کردین و به منو گوش کردین، امیدوارم خوشتون اومد. تا دفعه دیگه، چاو. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جا چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشید. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون.